اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. خواهم از طرف خودم و خانواده‌ام، از شما که به یاد فرزند عزیزم علیرضا از راه دور و نزدیک برای همدردی در این محل جمع شده اید سپاسگزاری کنم. از شما هم میهنان که از سرزمین عزیزمان و از چهار گوشه جهان به یاد علیرضا و ما بودید و از پیام‌های پرمهرتان سپاسگزارم. علیرضا برای همه ما و دوستانش مردی بزرگ بود. او انسانی شریف، مبادی آداب و خانواده دوست بود. به بزرگترها احترام می‌گذاشت. او جوانمرد، متین، فروتن، مهربان و وفادار در دوستی بود. او بیشتر اهل اندیشیدن بود و دل مشغولی همیشگیش سفر در ایران باستان بود. از شما که در شهرهای میهنمان به یاد او بودید و با شمع‌های روشن یادش را گرامی داشتید سپاسگزارم. پیام‌هایتان از این سو و آن سوی جهان در این شب‌های بلند پر از درد چراغ خانه ما شده‌اند. از شما که این غمنامه را به شعر و ترانه بازگو کرده اید سپاسگزارم. از مغازه‌داری که در کنار مغازه‌اش خرما گذاشته بود. از آنهایی که در صف اتوبوس به هم تسلیت می‌گفتند. از آنهایی که به یاد او گل در دریای خزر ریختند. از آن جوانی که در یک کتاب فروشی در تهران گفت من برای پسر شاه سیاه پوشیدم. و اون کسی که نوشت من از دوران پدرش آزرده بودم ولی امروز از مرگ این شاهزاده سوگوارم، از صمیم قلب سپاسگزارم. امروز علیرضای نازنین با ما نیست. همانطور که هم میهن هنرمندی در نامه پرمهر به من نوشت، آن شب دیر وقت در شهری در غربت علیرضا خودش را از قفس پرواز داد. هر زمان که به علیرضا فکر میکنم
هر زمان که به علیرضا فکر میکنم او را پرندهی از قفس رها شده در بلند آسمان میبینم. در واکنش رفتن او آنچه بیشتر به گوش میرسد آوای بخشش، آشتی و همدلی است. و اگر حاصل زندگی پسرم فقط همین میوه باشد، عمر پرباری داشته است. غم این مادر که چون دو فرزند از دست رفتهش شاهزاده بودند، از غم هیچ مادر دیگری که فرزندی از دست داده سیاه‌تر و سنگین‌تر نیست. هر مادری شازده خانوم و شازده پسری دارد. ولی نباید بگذاریم که فقط غم و غصه و عزا باشد که ما را با هم نزدیک کند. نباید که بشکنم و نباید که بشکنیم. باید امیدوار باشیم که برای همه ایرانیان روزهای بهتری در پیش باشد و نور و نور بر تاریکی و شادی بر غم پیروز گردد. باز هم از همه شما و از تمام کسانی که در برگزاری این مراسم همکاری کردند عمیقاً تشکر میکنم. میخواستم پیش از اتمام حرفام تشکر کنم از آقای صدقی، از شهاب هاشمی که ویدیو زیر نظر رضای عزیزم درست کرد که واقعا فکر میکنم عکس ها و موسیقی خیلی به دل همه نشست، از تشکر کنم از فراناز که همیشه ساکت و آرومه از محبت خود. خواستم چند خاطره از این روزهای آخر با شما در میان بذارم. اول تشکر میکنم از تمام کسایی که در این برنامه شرکت کردن، از تارا کمانگر که آهنگ زیبایی زد و از آقای سیروس بروخیم، از آقای فریدون فرهندوز، یادم نره کسی رو، ستار که هیچ وقت یادم نمیره، و خوشبختم که رضای نازنین به من گفت دلم میخواد ستار بیاد یه چیزی بخونه، برای اینکه 34-35 سال پیش در کاخ نیاوران ستار در کتابخونه آمد و بدون آهنگ و موسیقی یه شعری خوند. من یه همچی چیزی دلم میخواد و ستارم فکر میکنم درست جواب شما رو داد. تشکر میکنم از فرداد فروزان دوست عزیز علیرضا، از رحیم شایگان دوست عزیز علیرضا، و شاید همه ندونین که گوگوش نازنینم اینجاست. از اینم تشکر میکنم. علیرضا روابط به خصوصی با برادرش داشت. یادمه که همیشه در تلفن یا جلوی کسای دیگه برای که اسمیشون رو نبره میگفت شخص شریف. بعد
خب با هم خیلی شوخی داشتن و میشستن ساعتهای فیلم عجیب غریبی رو 10 دفعه نگاه میکردن و بعد تازه به من میگفتن تو بیا ببین میکینگ این فیلم چطوری. گفتم خواهش میکنم. برصد میگم همونجوری که ایشون گفتن، خدا رو شکر که اون 2 هفته در تعطیلات تابستان با هم بودن و شوخی هایی که با هم داشتن. علیرضا فکر میکنم همون اول سال میلادی بود، ژانویه، به فرناز یه پیغام زیادی روی تلفنش گذاشت با خنده و شادی و تبریک و خیلی حرفا و به نور و ایمان تکست مسیج زد. فارسیشو نمیدونم چی میگن. چی؟ پیامک بر. منم تکست مسیج یاد گرفتم. موقعی که اولین تکستی که زدم به رضای نازنین بود، برام چیز کرد، نوشت تبریک میگم، ولی باز اقرار کنم که با وجود که 100 دفعه فرستادم بازم اشتباه میکنم. علیرضا اون سال اول، روز اول ژانویه بهش تکست دادم که امیدوارم حالت خوبه، برام تکست زد alles gut. بعضی وقتا آلمانی شوخی میکرد، میگفتش که میخوام برگردم. روابط به خصوصی با فرکوچولو داشت، خیلی شیطونی یادش میداد. گفت برگردم از اون شیطونی های عجیب غریب بهش یاد میدم. به هر صورت یه چند خاطره اینطوری بود که میخواستم با شما در میان بذارم و امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید و خداوند نگهدار ایران باشد.